چیزی که در این سالها از سوی چین، ایران، کره شمالی و روسیه دیده ایم این است که با هم یکی شده و اطلافی نامقدس را تشکیل می دهند تا توان ایالات متحده، اقتصاد و متحدان ما را در سر سر جهان نادیده بگیرند. وقتی حمله روسیه به اوکراین حمله تروریستی حماس که مورد حمایت ایران است علیه اسرائیل و وقتی چالش های منطقه اویانوس های هند و آرام را نگاه می کنید و همچنین تهدیدی که خیلی از متحدان ما با آن روبرو هستند ایالات متحده و متحدانش باید با این نفوذ بدخواهانه مقابله کنند به لحاظ نظامی، اقتصادی و از دیدگاه امنیت ملی باید با هم همکاری کرده و با آن روبرو شویم. البته در مورد اوکراین فعالانه حمایت کرده و میکنیم تا به این نبرد پاسخ داده و از تمامیت ارضی خود در مقابل روسیه دفاع کنند. ما در کنگره کمیته تشکیل دادیم که رقابت بین چین کمونیست و ایالات متحده را بررسی می‌کند تا واقعیت‌هایی که چین در حوزه اقتصاد از جمله انحراف بازار، ارزش جاری پول و سرقت مالکیت عنوی انجام میدهند را برملا کند ما با این کار آنها را پاسخگو نگه داشته و طرحهایی را از مجلس نمایندگان ارائه و برای تصویب دنبال میکنیم من به تازگی طرحی پیشنهاد دادم که در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تصویب شده و در مورد پاسخگویی ایران و چین است چون چین از بزرگترین خریداران نفت ایران است از این رو اقدامهایی هم در جریان است و هم در راه خواهد بود که این بازیگران بدخواه را پاسخگو نگه دارد